بسم الله الرحمن الرحیم. تر هر څه مخکې محترم صدیق صدیقی د ولس مشر ویان او درنیو حاضرینو تاسو ته راغلاست یو. په پیل کې له محترم صدیقی صاحب څخه غوښتنه کوو چې خپله وینا ولري، له هغې پس به یې تاسې پوښتنو ته ځواب ووایي. جناب صدیقی صاحب، مهرباني. ډېر زیات مننه. بسم الله الرحمن الرحیم. در نخواست یک بار دیگر بر نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی افغانستان حملات تروریستی و وحشیانه که دیروز در ولایت کابل بالای یک شفاخانه نسایی و ولادی صورت گرفت که شمار زیادی از همدران ما به شمول زنها و کودکان آسیب دیده و حمله که در مراسم جنازه در ولایت ننگرهار شد از طرف تروریستا و حملات دیگه که بالای نیروهای امنیتی ما شده با شدیدترین الفاظ محکوم کنیم. دولت جمهوری اسلامی افغانستان یکی از مسئولیت‌های اساسیش حفاظت از جان و مال مردم افغانستان و دفاع از کشور است. ما شاهد نشر اعلامی گروه طالبا هم بودیم که اینا انکار کردن از داشتن یا دست داشتن در حملاتی که حداقل در چند روز گذشته صورت گرفتن. ما این را بدانن که این انکارشان برای مردم افغانستان و برای جامعه جهانی قابل پذیرش نیست. اینا نمیتانن که یا گروه طالبا هرگز نمیتانن که از جنایاتی که مرتکب شدن، آسیبی را که به مردم رساندن و ویرانی را که به کشور ما رساندن اینا انکار بکنن. این انکارشان را هیچ کس نخواهد پذیرفت. دولت و ملت افغانستان چهره اصلی جنایتکاران و همدستان داخلی و خارجی آنها را که در لباس طالب، داعش، القاعده و یا یک گروه تروریستی دیگه از مردم ما قربانی میگیرند خوب میشناسند. با تاسف در 20 سال گذشته و قبل از 2001 طالبا با فراهمسازی بستر مطمئن برای انجام فعالیت‌های دهشت افغانانه در داخل افغانستان این مسئولیت را داشتند. نه تنها که پیش از 2001 بلکه در 19 سال گذشته هم اینا در نقاط مختلف روابط تنگ و تنگ نزدیک با تمام گروه‌های تروریستی داشتند. اعمال گروه طالبا بدون شک اعمال حراس افکرانه و تروریستی است و هیچ وقت اینا انکار این مسئله را کرده نمیتونه و مردم افغانستان قرار نیست که با یک اعلامیه انکار دست داشتن طالبا را در جنایات که اینا مرتکب شده نه تنها در 24 ساعت گذشته بلکه در 19 سال گذشته مردم را فراموش کنه. نیروهای امنیتی و دفاعی کشور برای سیانت از مردم و نظام جمهوری اسلامی افغانستان مسئولیت دینی و مهنی داره که در برابر این حمله های بزدلانه که از طرف طالب است، از طرف داعش است، القاعده است و سایر گروپ های تروریستی است از هیچ گونه سعی و تلاش دریغ نورزند و از مردم خود دفاع کنند، از کشور خود دفاع کنند و هر توطئه و تهدیدی که از طرف هر گروپ تروریستی متوجه مردم و ملت ماست و کشور ماست در مقابلش نیروهای ما ایستادگی خواهند کرد و از مردم خود حفاظت خواهد کرد. با تأسف نه تنها امروز بلکه از زمان به میان آمدن یک گروه به نام طالب روایتشان روایت ترور، وحشت و دهشت و جنگ بوده. شما هر روز از طالبا فقط روایت جنگی میشنوین، جز جنگ، راجع به صلح، راجع به ختم جنگ، راجع به قطع خشونت ها شما حرفای را از طالبا نمیشنوین و بدون شک امروز هم ادامه جنگ و ای که ما در پروسه صلح هنوز پیشرفت نداریم ای در نتیجه تعهد ای گروه برای ادامه خشونت و حراس افغانی است. با تأسف امروز و در حال حاضر و در 19 سال گذشته بیشترین جنایات در برابر مردم مسئول طالبا صورت گرفته و طالبا بزرگترین آسیب را برای مردم ما و به کشور ما رسانده و حکومت افغانستان برای حفاظت جان و مال مردم و بازداری از جمهوری اسلامی افغانستان
متحد است که اجازه نده تا این گروه های تروریستی به اهداف شومشان برسند. در حال حاضر برداشت نهادهای امنیتی و دفاعی کشور ما است که گروه طالبا از هفته کاهش خشونت استفاده از امی کردن و برای ای که برای پلانگذاری حمله ها بالای نیروهای امنیتی و بالای مردم افغانستان کار بگیرن صرف او کردن. با تاسف مردم ما در نقاط مختلف کشور هنوزم از موجودیت و فعالیت گروه های تروریستی از ادامه خشونتشان نارام هستند و هنوز آسیب می‌بینند. بر اساس معلومات نهادهای امنیتی و دفاعی ما، طالبان حتی بعد از امضای موافقتنامه را که زیر نام صلح با ایالات متحده آمریکا کردن به گونه دوامدار برای حمله بالای نیروهای امنیتی و کشور ما اینا آمادگی گرفتن و همیشه کار کردن. رئیس جمهور دیروز در بیانی که به مردم افغانستان داشت به حیث سرقومندان اعلی نیروهای امنیتی و دفاعی کشور ایره واضح ساخت که مسئولیت حفاظت جان و مال مردم افغانستان داره و مسئولیت دفاع از کشور در برابر هر نوع تهدید داره و نیروهای امنیتی افغانستان امروز نسبت به هر زمان دیگه این ظرفیت را داره و آماده است که از وطن خود دفاع کنه. رئیس جمهور افغانستان همیشه برای صلح تلاش کرده. گام های بسیار مهم اساسی و بزرگ را برای صلح برداشته. صبر و حوصله مندی را که رئیس جمهور و مردم افغانستان برای صلح نشان داده بی‌نظیر است. اما این تنها گروه طالبان بودند که به جنگ می اندیشند، به جنگ فکر می کنند و از طریق جنگ و افزایش خشونت یک محاسبه که نزد خود دارن می خواهند که برنده جنگ اعلام شوند، در حالی که دعای صلح ما از نیت نیک ما برای ختم جنگ است. نه این ضعف ما است و نه مجبوریت ما است. ما باید یک ملت میتونیم که در برابر هر نوع تهدید کشور خود مردم خود حفاظت بکنیم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در برابر این حمله های وحشیانه هیچ وقت بی تفاوت نخواهد ماند و طالبان ای را هم فراموش نکنند که با یک ملت روبرو هستند، با یک دولت مقتدر روبرو هستند و با نیروهای امنیتی و دفاعی کشور که منسجم است، منظم است و این ظرفیت داره و این انگیزه را داره که از وطن خود دفاع کنه اینا روبرو هستند. خواست قاطع ملت افغانستان نیست که دولت افغانستان و نیروهای امنیتیشان در برابر دشمنان جمهوری اسلامی افغانستان مبارزه بکنند و این مثل هر مسئولیت درجه اول دیگه کشورها این هم برمیگرده به حکومت افغانستان که از مردم خود دفاع کنند. دولت جمهوری اسلامی افغانستان بر مردم خود اطمینان میده که هر تلاش که نیاز باشه، هر گام که مهم باشه که برای صلح برداشته شود او را خواهند برداشت. اما با تاسف بعد از امضای موافقتنامه که طالبا با امریکا امضا کرده ما تعهد جدید طالبا را برای ختم جنگ در افغانستان مشاهده نکردیم، در حالی که برای مردم ما اطمینان داده شده بود که صلح یک طرفه نخواهد بود و صلح اصلی با طرف اصلی که مردم و دولت افغانستان است صورت خواهد گرفت. نیت ما صلح است و ما و هیچ کسی بر نیت ما برای آوردن صلح و برقراری صلح شک نکنه. اما جنگ را گروه طالبان انتخاب کردند و مسئولیت جنگ به طالبان برمیگردد. طالبان در برابر خواست مردم افغانستان، در برابر خواست دولت افغانستان و جامعه جهانی که برای صلح و آتش بس است نگفتن، انکار کردن و امروز با راه اندازی حمله بالای مردم، بالای نیروهای امنیتی ما تعهد خود برای ادامه جنگ اینا نشان دادن. تشکر، من سوالای شما را میگیرم. دیر من صدیقی صاحب، سوال اول از تلویزیون طلوع میگیرم، دو سوال شریک ساختن امروی ما. اکنون پس از حمله کابل دولت افغانستان درباره صلح چی کار میکند؟ زندانیان بیشتر را رها می سازد یا نه؟ سوال دوم، مردم رهبران حکومت را با بی‌پروایی در حل اختلاف ها متهم می سازند
و میگویند که با گذشت ماه‌ها هنوز هم اختلاف‌هایشان حل نشده. وضعیت بد سیاسی اوضاع کشور را بدتر ساخته است. خب نیت ما برای صلح و برای برقراری صلح و ختم جنگ بسیار واضح است. نیت و اراده بسیار قوی است و ما گام‌های مهمی را در این خصوص برداشتیم و دولت جمهوری اسلامی افغانستان با تمام حوصله‌مندی این گام‌های بزرگ را بر صلح برداشته و حال هم آماده است که برداره. اما پاسخ طالبا برای صدای جهانی و صدای مردم افغانستان بر صلح چی است؟ کوچکترین کار را که طالبا برای صلح انجام دادن او چیست؟ جامعه جهانی و دولت افغانستان آماده هستند که برای برقراری صلح تلاش بکنند، اما متاسفانه طالبا پافشاری طالبا بیشتر روی ادامه جنگ با خشونت است و این مسئله باعث میشه طبعاً که طالبا باعث مانع اصلی در راه صلح اینا قلمداد شوند. ادامه حمله ها، ادامه خشونت، این مثال های بسیار واضح ادامه خشونت طالبا است. اما ما باعث حکومت تلاش های زیاد را انجام دادیم. ما نیت ما صلح است، ما برای صلح بیشتر کار کردیم، اما یگانه طرفی که هنوز هیچ نوع آمادگی و تعهد برای صلح نشان نداده با تاسف گروه طالبا است. مردم ما، دولت افغانستان و شخص رئیس جمهور افغانستان از جنگ نفرت داره، اما در مقابل حمله های طالبا دولت افغانستان هیچ وقت بی تفاوتی اختیار نخواهند کرد. مسئولیت درجه اول رئیس جمهور افغانستان و دولت افغانستان حفاظت جان و مال مردم افغانستان است. و حال این برمیگرده به طالبا که اونا باید بالای اعمالشان بازنگری بکنن، دوباره محاسبه خود انجام بدن و این مسئولیت به دوش از اوناست که به جنگ ادامه میتن، به خشونت ادامه میتن یا صدا و خواست مردم و دنیا را بر صلح همه پذیرن. متاسفانه روابط انکارناپذیر گروه طالبا با تمام شبکه‌های تروریستی مشکل جدی و اساسی سر راه پروسه صلح است. بقای طالبا یا طالبا بقای خود در ادامه جنگ میبینن. اونا همیشه وقتی در مذاکرات با طرف امریکایی، وقتی تقاضا از طرف امریکا و افغانستانی بود که آتش بس شوه یا اوربند شوه و کاهش خشونت شوه، طالبا یگانه منطقشانی بود که اگر ما از خشونت دست بکشیم خب موجودیت ما زیر سوال میره. یعنی تا این حد اینا به خاطر امتیازگیری، به خاطر ای که موجودیت خودم باعث یک گروه تثبیت بکنه، اینا به خشونت ادامه میتن و به خشونت چنگ میزنن. در قسمت با معذرت حل اختلافات سیاسی، روز گذشته هم این را بیان کردیم که رئیس جمهور افغانستان تعهد جدی برای حل اختلافات سیاسی داره. پیشرفت های بسیار مهم صورت گرفته، بر موضوعات مهم و اساسی توافق صورت گرفته، اما یک سلسله جزئیات دیگه هم هست که روی از او کار صورت میگیره، جریان داره. انشاءالله به زودی ما جزئیات توافق سیاسی را که یک راه حل سیاسی در چوکات قانون اساسی است را با مردم افغانستان شریک خواهیم ساخت. اما این اطمینان بر مردم افغانستان میخواهیم بدهیم که چالش ها تا یک حد بزرگ او در سطح کلان حل شده. انشاءالله این اختلافات دیگه باعث این نخواهد شد که فعالیت های حکومت با چالش رو برو شد. توافق سیاسی قرار است که انشاءالله به زودی مردم از جزئیات او آگاه شوند و این توافق به امضا برسد. مننه جناب صدیقی صاحب. بله، پتانه در امریکا آقای قطع را شدید. تعارضی حالات د امنیتي ځواکونو تک به آیا د سولې پروسه له طالبانو سره زیانمنه نه کړي؟ طالبان وایي پرونی برید دوی نه دي کړي. تهاجمي بریدونه په طالبانو د هماغو بریدونو په غچ کې کیږي او د طالبانو نور بریدونه ځواب دی. د طالبانو انکار د دغه بریدونو نه دوی ته برات نشي ورکولی. طالبان خو ټولو ته ډیر واضح معلوم دي، د افغانستان خلکو ته، نړیوالو ته. د دوی اړیکې د ټولو تروریستي ګروپونو سره، د دوی فعالیتونه، د دوی حمله، نو دا خو نسی کېدی چې دوی د انکار وکړي. د دوی انکار هیچ چاته د منلو وړ نه دی. اصلي خند پا
د سول په پروسی کې په تیرو څو کلونو کې یوازې طالبانو گروپ دی. افغانستان دولت په هر وخت کې او خاصتا په تیرو 15 کلونو کې هر وار طالبانو دا غوښتنه کړې چې تاسو راشي د افغانستان د خلکو دا غوښتنه ومني چې سوله وکړي او جنگ ختم کړي، خو طالبان نه مني. نو اوس اصلي خنډ طالبان دي، او که تاسو مقایسه وکړئ د طالبانو هغه اهدافو ته فعالیتونو ته، په هغه کې به تاسو داسې کوم فعالیت پیدا نه کړي چې وښي دوی سوله دپاره تعهد لري. نو د افغانستان خلک دا پوهیږي، د افغانستان د خلکو دپاره اوس لوی خنډ د طالبانو ګرو دی او د دوی اعمال دي چې د دې سبب کیږي تر څو دغه پروسه موږ کامیاب نه شو. ډیره مننه. سوال بعدی از تلویزیون خورشید: با وجود که طالبان به کاهش خشونت ها تن ندادن و آتش بس هم نکردن، نمایندگان مجلس از حکومت می خواهد که امضای توافق صلح با آمریکا باید تجدید نظر شود و روند رهایی زندانیان متوقف گردد. پاسخ حکومت در برابر مجلس نمایندگان چیست؟ خب، خواست ما از جامعه جهانی و آنچه که از طرف خانه ملت مطرح شده بسیار واضح است که ما یا به مردم ما اطمینان داده شده بود که صلح یک طرفه نخواهد بود، صلح با طرف های اصلی که دولت و مردم افغانستان و گروه طالباست قرار صورت بگیره. اما متاسفانه از او فرصت طالبا سوء استفاده کردند. از یک طرف موافقت نامه امضا کردند با امریکا که صلح میکنه، اما متاسفانه اینا صلح نکردند. ما انتظار ما از جامعه جهانی است که این گروه را وادار به این بسازد تا از خشونت دست بکشه. ادامه خشونت از طرف طالبا مانع اصلی این پروسه است. مشکل در تعهد و نیت دولت و مردم افغانستان هیچ نوع مشکل وجود نداره. ما بارها اعلان کردیم و نیت خود نشان دادیم، اراده خود بر صلح نشان دادیم که حاضر هستیم صلح برقرار شود. اما یگانه مانع جدی پروسه صلح گروه طالب است، یک گروهی که متاسفانه یک روایت خشونت داره و از زمان ایجاد این گروه تا به امروز هیچ نوع تغییر شما در عمل کرد و نیت و اراده ای گروه شما نمی بینین. اما به هر حال ما امیدوار هستیم که متحدین ما جامعه جهانی در قسمتی که فشارهای لازم بالای گروه طالبا وارد شود تا اینا به صلح و آتش بس تن بتن، تا بالاخره ما یک راه حل دائمی را برای برقراری صلح در افغانستان پیدا کنیم. تشکر. سوال بعدی سرخی صاحب از جرمن پرس همراهتون شریک میسازیم: حکومت افغانستان مشخصا مسئول حملات دیروز کابل و ننگرهار کدام گروه های توریستی را میدانند؟ آیا حکومت تا اکنون به کدام سرنخ در رابطه به حملات دیروز دست یافته است یا خیر؟ خب، اولی که گروه طالبا خود را به هیچ صورت از تروریسم و حمله های توریستی که در چند روز گذشته در کابل و در چند ولایت از جدا کردن نمیتونه. با دادن اعلامیه ها و انکار از پذیرفتن مسئولیت ای بر مردم افغانستان قابل قبول هم نیست. نیروهای امنیتی ما به شدت در قسمت تحقیقات و بررسی حوادث کار میکنه، اما طبعا شما همیشه میفهمین که حمله های توریستی توسط کیها در افغانستان انجام در افغانستان صورت میگیره. یعنی وضاحت کامل نزد مردم افغانستان مبنی بر دست داشتن گروه های طالبا، داعش و غیره در همچین حمله ها وجود داره و با صدور یک اعلامیه و انکار قرار نیست که مردم افغانستان ذهنشان تغییر کنه و یا قرار نیست که گروه طالبا هم براعت بگیره. مننه. بلا پختنه در شمشاد چلیدون چخه: اول که چه دولست مشر عبدالله ترمین ده حقر پیتروزیات و پرمختق را غلی او تکل شوی ده سبا لسلیک شی ده نیتر چمده تحقیق ده؟ خدا معلومات خوانوز دقیق نده چی چه وقت به امزاسی، خو پرمختق شوی ده لوی موضوعات و باندی سیاسی مسائل و باندی توافق شوی، نو جزیات به چی هر وقت نایی شی منگ به دخل گسر شریکو، اما د امضا تاریخ نه دی ټاکل سوی تر اوسه. مننه صدیقی صاحب. بله پوښتنه د آریانا نوستخه:
مایک پامپیو دولت و طالبان را به همکاری فرا خوانده و تلویحاً گفته که طالبان در حملات دیروز مقصر نیستند. پاسخ شما با وزیر خارجه آمریکا چیست؟ طالبان و گروه طالبان در اکثریت حمله هایی که بالای مردم افغانستان صورت گرفته، بالای کشور ما انجام یافته، در 19 سال گذشته طالبان دست داشتند و نزد مردم افغانستانی کاملا واضح است و هیچ نوع ابهام نزد مردم افغانستان وجود نداره. طالبان با تاسف با فراهمسازی بستر مطمئن برای انجام فعالیت های تروریستی در داخل افغانستان و متاسفانه موادی که در چند روز گذشته بوده شانه خالی کرده نمیتونند. در حمله های زیادی نادس داشتند، اما فرصت را مطمئن برای ده ها گروه تروریستی که زیر چتر طالبان فعالیت داشتند فراهم ساخته. طالبان هنوز هم با شبکه های القاعده، حقانی و غیره ارتباطات ناگزستنی داره و این گروه نمیتونه این کار بکنه. قطع خشونت از طرف طالبان یگانه راه رسیدن به اکسل پایدار است. طالبان باید مجبور به این شوند که از جنگ دست بکشند. هیچ نوع عملکرد طالبان بر اساس خشونت باید مورد پذیرش جامعه جهانی قرار نگیره و باید توجیه نشه. ملت افغانستان و خواست ملت افغانستان از حکومت افغانستان است که با قاطعیت عمل بکنه، با تدبیر پروسه صلح را پیش ببره و یک گروه کوچک، یک گروهکی که روایتش خشونت است، نمیتونه که یک ملت بزرگ و یک ملت عظیمه که در 20 سال گذشته قربانی داده برای حفظ و بقای جمهوریت، امروز خدای نخواسته شکست بده. دیر مننه. سوال آخرم جناب شرکی صاحب از تلویزیون یک، آیا با توجه به گسترش خشونت ها و تن ندادن طالبان به کاهش خشونت و آتش بس، دولت افغانستان در نظر دارد که در مورد رهایی زندان ها و روند صلح بازنگری کند یا خیر؟ خب در پروسه صلح موقف ما، موضع‌گیری ما و نیت ما بسیار واضح است. ما در گذشته یا در 5 سال گذشته گام های مهم را برداشتیم و بر صلح نیت ما واضح است. همگی ما صلح می خواهیم و این خواست مردم افغانستان است. اما این سوال از طالبان شد کنا چی می خواهیم؟ چرا طالبان هنوز هم به جنگ و خشونت ادامه می دن؟ و در قسمت خوب اقدامات را اکتابال انجام دادیم، همش برای صلح شده و بر اساس خواست مردم افغانستان شده. دیر ازت من جناب صدیقی صاحب، دوستای عزیز، کنفرانس هم اینجا با پایان میرسه. یک بار دیگر از محترم صدیق صدیقی، سخنگوی ریاست جمهوری جهان، سپاس. بخیر، روزتان خوش. تشکر. من تشکر از شما.